با درود به دوستان کانال یوتیوب دلتا مدیا، امیدوارم لحظات خوب و خوشی را داشته باشید. امروز میخواییم در کانال یوتیوب دلتا مدیا راجع به اینکه چرا خوابیدن مسافران هواپیما هنگام تغییر ارتفاع ممنوع است صحبت بکنیم. لطفاً کانال یوتیوب دلتا مدیا را سابسکرایب کنید و با لایک و کامنتاتون از کانال یوتیوب دلتا مدیا حمایت کنید تا شما رو با جدیدترین مطالب و سرگرمی های روز دنیا آشنا کنیم. امروز میخواییم در کانال یوتیوب دلتا مدیا راجع به این که چرا خوابیدن مسافران هواپیما هنگام تغییر ارتفاع ممنوع است صحبت بکنیم. آیا میدونستید خواب بودن مسافران پرواز در زمان تغییر ارتفاع هواپیما میتونه منجر به آسیب‌های فیزیکی در شنوایی اونها بشه؟ اگر به هنگام خرید بلیت هواپیما پرواز صبح رو انتخاب کردید و ناچار هستید تا در ساعت 6 صبح در فرودگاه حاضر شید، جای تردیدی وجود نداره که برای ورود به هواپیما و خواب تا رسیدن به مقصد لحظه شماری می کنید. ولی به خاطر داشته باشید که طبق نتایج آخرین تحقیقات منتشر شده در میدلاین پلاس، خواب در زمان نشست و برخاست هواپیما برای سلامتیتون مضر هستش و میتونه آسیب جدی رو به گوشاتون وارد کنه. اصلا اگر در زمان نشست و برخاست هواپیما بخوابیم چه اتفاقی میافته؟ وقتی پروازی طولانی پیش رو دارید یا اولین پرواز صبح و شاید آخرین پرواز شب رو برای سفر انتخاب کردید، بسیار وسوسه کننده هستش که به محض نشستن روی صندلی به خواب برید. ولی بهتره بدونید تا زمان برخاستن هواپیما و خاموش شدن چراغ کمربند ایمنی باید به احساس خواب‌آلودگیتون غلبه کنید، زیرا خوابیدن در زمان شروع و خاتمه پرواز میتونه مشکلات جدی رو برای سلامتیتون ایجاد کنه که یکی از اونها صدمات دائم به گوش شما هستش. علت اصلی این مسئله تغییر فوری فشار هوای داخل گوشها در زمان نشست و برخاست هواپیما هستش. آنجلا چارمز، داروساز انگلیسی، در این باره میگه تغییر سریع ارتفاع فشار هوای داخل گوش را تحت تاثیر قرار میده و باعث ایجاد خلأ در شیپور استش گوش میشه. در نتیجه گوش ها دچار گرفتگی یا در اصطلاح خفگی میشن. بنابراین توجه به این مسئله در زمان پرواز بسیار ضروری به نظر میرسه. البته اگر در نشست یا برخاست هواپیما مسافران خوابیده باشن، نمیتونن روی تنظیم فشار هوای داخل گوش تمرکز کنن. در نتیجه گوش ها دچار گرفتگی شده و ممکنه با عوارضی مانند سرگیجه، التهاب گوش، آسیب پرده گوش، خونریزی بینی یا حتی کاهش شنوایی مواجه بشن. برای پیشگیری از گوش گرفتگی در پرواز چه باید کرد؟ متداول ترین روش ها برای جلوگیری از گوش گرفتگی در پرواز خمیازه و قورت دادن آب دهان با استفاده از جویدن آدامس، مکیدن آب نبات، نوشیدن آب و غیره هستش. همچنین میتونید سوراخ بینی خودتون رو ببندید و سعی کنید تا فشار هوا رو از راه بینی خارج کنید. این کار به کاهش فشار کمک میکنه. پس از اوجگیری هواپیما و در طول پرواز میتونید با خیال آسوده پشت صندلیتون رو خوابانده و تا قبل از فرود هواپیما با آرامش استراحت کنید یا با استفاده از هدفون به موزیک‌های مورد علاقتون گوش بکنید. در آخر متشکریم از اینکه این ویدیو رو در کانال یوتیوب دلتا مدیا دیدید و با یه مطلب جدید دیگه آشنا شدید. اگر کانال یوتیوب دلتا مدیا را سابسکرایب نکردید، لطفاً سابسکرایب کنید و با لایک و کامنتاتون از کانال یوتیوب دلتا مدیا حمایت کنید. با تشکر، کانال یوتیوب دلتا مدیا.